سوال این است پشت پرده ی عملیات روانی و حملات رسانه‌ای متراکم ماه‌های اخیر چیست؟ در این عملیات روانی سنگین چه اهدافی دنبال می‌شوند؟ برای پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد ابتدا باید مدل این عملیات روانی را شناخت تا به اهداف آن پی برد. به عقیده کارشناسان در این عملیات روانی ابتدا تلاش می شود تا از طریق هشتگ سازی و حکمرانی ترند یک تصویر ذهنی برای کاربران شکل دهند. در مرحله بعد از طریق تکنیک برجسته سازی در شبکه های ماهواره‌ای این تصویر ذهنی و موج احساسی شکل گرفته تعمیق داده و روایت غیر واقعی به عنوان روایت واقعی در ذهن افکار عمومی جاسازی شود. معلوم نیست رومینای بعدی کی باشه تا اینکه یک قانونی تصویب نشه. دختری که به دست پدرش به قصر رسید را به یاد دارید. در آن ماجرا عملیات روانی ابتدا با هشتگ اعدام کنید در شبکه‌های اجتماعی علیه پدر رومینا آغاز شد. جریان معاند با استفاده از افراد همسو و ربات‌ها و همچنین عوامل خود در آلبانی و آمریکا و سعودی این هشتگ را به ترند یا همان رتبه اول شبکه‌های اجتماعی تبدیل کردند و به سرعت یک فضای به شدت احساسی شکل گرفت که حتی برخی چهره‌های هنری و ورزشی نیز وارد این فضای کاذب احساسی شدند. همزمان شبکه‌های ماهواره‌ای نیز موضوع اعدام کنید را در دستور کار خود قرار دادند و با روایت‌سازی‌های جعلی تلاش کردند تا موضوع اعدام کنید را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند و خشم و انزجار را در افکار عمومی به حد بالای خود برسانند. الان با این فشاری که فضای اجتماعی داره روی قاضی ها و وکلای دادگستری و کلن روند دادگاه ها، من فکر میکنم که شاید یکم حکم های سنگین تری بگیرن. نوید افکاری در ارتباط نمونه دیگر ماجرای نوید افکاری است. برخلاف ماجرای رومینا اشرفی، این بار هشتگ اعدام نکنید در دستور کار قرار گرفت. ربات ها و پیاده نظام مجازی جبهه رسانه‌ای ماند به کار افتادند. در حال هنرمند ها هم نقش بسیار مهمی داشتند و به نوبه خودشون در این هشتگ شرکت کردند و خب تا اعدام نکنید را به رتبه اول شبکه‌های اجتماعی تبدیل کنند و در یک فضای کاملا احساسی و همراه با خشم روایت جعلی خود را در افکار عمومی و عمدتا جوانان جا بیاندازند. نوید افکاری همچنان در صدر واکنش های شما اخبار داخلی و تیتر رسانه های بین المللی. در این روایت جعلی هیچ اشاره‌ای به اصل ماجرا یعنی وقوع قتل و کشته شدن یک فرد بیگناه به دست نوید افکاری نمی شود و او به جای اینکه به عنوان عامل قتل معرفی شود با نام کشتیگیر معرفی می شود. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله گویی که کسوت و شهرت مسئولیت قضایی به وجود می آورد. همچنین اصل موضوع که قصاص قاتل است در یک روایت نادرست به اعدام تبدیل می شود. همچنین تلاش می شود با روایت نادرست دیگری ماجرا به برخی ناآرامی های سال 97 در شیراز ارتباط داده شود. نوید افکاری 27 ساله در ارتباط با اعتراض های مرداد 97 در شیراز. نوید افکاری خودش در بازسازی صحنه جرم ماجرا را اینگونه تعریف میکند. رسیدم بهش، به سمت کتفش یه ضربه زدم، کارت در آوردم، یکی دیگه زدم. برای مخدوش کردن روایت اصلی، روایت جعلی دیگری را با عنوان اعترافات تحت شکنجه درست میکند. من ازشون خواستم که براشون توضیح دادم که باید شما را ببرم به پزشکی قانونی چون که ادعا شده که مورد ضرب شدن واقع شدید. بیان شد که خیر، من مورد ضرب شد واقع نشدم. وقتی وکیل تعیینی افکاری موضوع شکنجه را با مدرک و سند رد می کند می گویند افکاری در ماه حرام اعدام شد که طبق قوانین اسلام قتل در آن حرام است، خلاف موازین حقوقی شرعی و عدالت. حالان که اجرای حکم اعدام نه از نظر قوانین و آیین دادرسی کشور و نه از نظر مراجع دینی در ماه‌های حرام اشکالی ندارد. در روایت جعلی میگویند او را سریع اعدام کردند. برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتید تا صدای کسی در نیاید، در حالی که اجرای حکم نوید افکاری در حالی به سرانجام رسید که بیش از 2 سال از انجام قتل گذشته بود و فرایند بررسی قضایی به صورت قانونی سپری شده بود. پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره اعدام نوید افکاری همچنان ادامه دارد. نمونه آخر هم از این روایت جعلی ادعای وجود یک شاهد برای شکنجه افکاری بود. بعد هم گفته شد کسی که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده حالا ناپدید شده است، در حالی که تحقیق از افکاری در اداره قتل در ساختمانی مجزا و تحقیق از فردی که گفته شاهد ضرب و شتم افکاری بوده و سابقه 8 بار بازداشت و محکومیت به جرم کلاهبرداری داشته در اداره جعل و کلاهبرداری در ساختمانی دیگر با
با فاصله از اداره جنایی صورت گرفته و اصلا این دو نفر با هم روبرو نشدند که شاهد بازجویی هم باشند. به نظر میرسد این دو نمونه به خوبی مدل و شیوه های عملیات روانی پیچیده ماهای اخیر را نشان میدهد و اینکه چگونه تلاش دارند تا تصویری غیرواقعی و جعلی از رویدادها شکل دهند. شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مملو است از پیام‌های مخالفت با این اقدام قوه قضاییه و نقطه کانونی عملیات روانی ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده. از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ناامید است. دستگاهی که عملکرد آن زمینه ساز امیدواری مردم به حل برخی مشکلات در محاکم و برخورد جدی و قاطعانه با مفسدین اقتصادی بوده. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند آنچه که طراحی پیچیده کنونی را به شکست خواهد کشاند اهتمام و تلاش جهادی و شبانه روزی مسئولان برای حل مشکلات مردم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، پیوند نزدن تحولات خارجی به مسائل داخلی، قطع امید کامل از بیگانگان و فریبکاری‌های آنان و همصدایی و یک صدایی در داخل است. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.